سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. بیشتر مهمونای برنامه کتاب باز از کودکی کتاب خون شدن و اینو مدیون پدر و مادرشون هستن. مهمان این برنامه من پسر 5 ساله‌ای داره که از همین حالا داره کتاب میخونه و امیدوارم روزی مهمان ما در این برنامه باشه. قصه بی قهرمان مگه داریم؟ قهرمان بی قصه تا دلت بخواد. نمونش اولین قهرمانای زندگی هممون، پدرها. پدرها بارها قهرمانوار و پهلوان صفت ناجی ما بودن، پشت ما بودن. گاهی با 2 کلمه پدرانه کوه غم و از دلمون برداشتن و جابجا کردن. یه وقتایی دستی که رو شونمون گذاشتن بال پروازمون شده و سرمون به آسمون رسید. هیچ پدری چشمش سائقه نداره، هیچ پدری مشتش از آهن نیست. با این حال هیچ ابر قهرمانی، هیچ روین تنی جای این قهرمانای زندگیمونو نمیگیره. میخوایم این برنامه رو تقدیم کنیم به پدرها، به این قهرمانهایی که کتابا برای نقل قصه همه اونا کوچیکن. برای قهرمانان داستان زندگی، برای پدرها. امضا کتاب باز. آقای جوزفر، خیلی به برنامه کتاب باز خوش اومدید. باعث افتخار منه. هامونا رشته چطوره؟ خدا رو شکر خوب. پسرتون الان چند سالش شده؟ آبان میشه 5 سالش. پس کتاب نمیتونه بخونه؟ چرا؟ آره نه چرا نمیتونه. آره آخه میخونه. بخونه که اینقدر تکرار شده براش این خوندن ها، کتاب خوندن ها، که در واقع میدونه جای جملات رو، میدونه قصه ها رو میدونه. آره، یعنی هنوز چند یک ماهی مونده به اینکه 5 سالش تموم بشه کتاب. آره بعضی کتاب ها رو، آره، و کلن ورق زدن کتاب، مثلا کتابی که حالا برای این دوره است، خیلی خیلی علاقه، از من بیشتر علاقه داره. چجوری کتاب خونش کردیم؟ حالا من خانومم خیلی کار کرد رو این قضیه، چون زمان بیشتری رو برای هامون میذاره و ما از همون اولش سعی کردیم از مشاور کودک کمک بگیریم برای در واقع مشکلاتی که ممکن بود داشته باشن. بچه های الان به شدت ترس های عجیب و غریبی دارن. حالا زمان ما ترس همون از ضد هوایی شروع شده بود و جنگ اینا، الان اصلا یه چیزای ترس های عجیب و غریبی میاد. مثلا چه ترسایی؟ مثلا ترس از غذا. مثلا بعضی غذاها میتونه حالشون رو بد بکنه، شکل بعضی غذاها، اصلا یه چیزایی که بعد مثلا متوجه میشه که تو خوابش هم کابوسش هم مثلا کابوس اون غذا، بوی اون غذا رو، اصلا یه چیزای عجیب. آره، و انگار ترس ها داره تغییر میکنه. آره تغییر میکنه و قوی تر میشه. بعد ما خیلی از کتاب کمک گرفتیم برای این قضیه و برای در واقع تزریق فانتزی به ذهن بچه‌ها، چون ماها، من یادمه که اولین باری که توی دانشگاه با کلاس دکتر کوپال مواجه شدم، میخواست از ما فانتزی میخواست برای نوشتن و ما اصلا بلد نبودیم. یعنی یا میرفتیم سراغ اعتیاد یا جنگ، موضوعی که انتخاب میکردیم. یعنی چه فانتزی میخواستن؟ ببین مثلا میگفت که موضوع میداد به ما، گفتیم دانشگاه چه رشته‌ای درس بخونی؟ من تئاتر خوندم. بله، میگفت که دیالوگ جواب دیالوگ نباشه، زیاده‌گویی نشه، طلاق، نمیدونم مرگ پدر، فلان فلان نباید باشه، ادامه بدید. سوال این بود، مدیر بنگاه باربری میگه که تو باید این بارو ببری اپر، مثلا خب. اپر راننده میگفت من نمیرم اپر، چرا؟ ادامه بدید. بعد مثلا ما قصه، من یادمه که
الان راننده میگه من نمیرم ابهر، چرا؟ لطفا یه ذره ادامه ببینیم فانتزی یعنی چی. به خاطر اینکه من یک بار ابهر مردم. مثلا این بهترین تمرین کلاس بود کسی که نوشت، اونم من بودم که نوشتم. بهترین شما؟ آره به خدا. نه. از خودشون بپرسید. آره بعد دیگه مجبور شدم همینجوری تا یک صفحه که خوندیم بعد گفت دوباره بشین خرابش کردی. تا یه جایی مثلا خوب پیش رفتیم. بعد اصلا ما ذهنمون اینقدر بسته بود، میگفت آقا داریم میری کنار جاده زدی، فرض کن مثلا تو مسیر اصفهان شب یه سفینه فضایی، ما اصلا میخندیدیم. حالا یه دونه شما بگیم ببینم منم میتونم. خیلی الان برام جالب شد اینه که یه چون منم فانتزی اصلا بلد نیستم اصلا. آره یکی از همراهای خیلی باحالشون این بود که خونه بغلی احساس میکنی که چراغاش روشن خاموش میشه. خب بعد توی مجتمعی هستیم که خیلی شلوغ نیست و خارج از شهره، فرض کن مثلا یکی از شهرهای اطراف تهران. ادامه بدید. برای اینکه من تو خونه بغلیه یه بار مردم. این الان چطور بود؟ نه خوب نبود. چرا من یه بار ابهر مردم خوبه من؟ آخه انتظارشو نداشتیم میدونین؟ یعنی فرض کن مثلا یه نفر راجع به مرگ خودش حرف بزنه و بعد طبعا کتابایی که به ما معرفی که زنده است بگه من یک بار مردم، یه دفعه آدم میگه اه آره پس این اینجا چی کار میکنه؟ من یه کتابی که خوندم و شروعش برام خیلی 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 تکان دهنده بود، اسمش از سیاحت غرب، مال آقا نجفی قوچانی. فکر میکنین چه جوری شروع میشه؟ نمیدونم اصلا عجیبه. و من مردم، یعنی نویسنده با این شروع میکنه و من مردم و بعد من گفتم ای حالا میخواد بقیهش چیکار کنه. اگه دکتر کوپال بود نمره خیلی خوبی میداد. ولی بعدم از کلاس شد. آره نه خیلی ما تو فانتزی مشکل داریم با هم، مثلا نسل ما که اصلا نمیتونستیم بپذیریم، یعنی سر کلاس ها همینجوری بودیم که چی داره میگه دکتر کوپال، و اینقدر با ما کار کرد که ما یواش یواش این فانتزی توی کارگردانیمون اومد، توی طراحی صحنه‌مون اومد، کارهایی که میکردیم یک امکانات بیشماری در اختیار ما قرار داد. یعنی در واقع زاویه نگاه رو عوض کردن کاملا کاملا. چشم ها رو باید شست. دقیقاً. و روی بعضیا جواب میده، ذهن بعضیا توانایی اینو داره. بعد نبودن فانتزی مثل یک استوپ عمل میکنه براشون. سربست ما از بس همین جورا باشه. همیشه یه استوب دارم چون فانتزی ندارم. آره احتمالش خیلی زیاده واقعا. من که دیگه ته ناتورالیست بودم واقعا تو نوشته ها، طرفدار نویسنده هایی که این شکلی می نوشتن. مثل کیا؟ یعنی مثلا من کاره جلال رو خیلی دوست داشتم توی نویسنده های معاصر، یا مثلا احمد محمود رو خیلی دوست داشتم، یعنی دیگه تا جزئیات کامل. ولی و ظلام همینجور. بله بله. توی تئاتر ما آرتور رو داریم، نه اون آرتوی آنتون آرتوی، کسی که مثلا توی اجراش فرض کنید توی قصابی رو میخواست نشون بده یه تیکه گوشت واقعی آویزون میکرد، یه دوره‌ای که اینها مکاتب مختلف داشتن خیلی داشتیم از اینا. هنوزم الان حتی تو بخشی از بازیگری هم الان دوباره ما یه بازگشت عجب و غریب به بازی های ناتورال کردیم و به شدت هم از طرف تماشاگرا در واقع پذیرفته شده. اگه توضیح بدین یعنی چی بازی ناتورال؟ ببین دیگه به نظر من اون تعریفی که تو حوزه کار ما داشت توی در واقع تئاتر و حوزه بازیگری تئاتر، همین بازی هایی که الان مثلا ما میبینیم که به نظرم نمونه عالیش نوید محمدزاده فرض کن تو ابد یک روز داره بازی میکنه، دیگه از شدت واقعی بودن تو میتونی بوی تن این آدم هم حس کنی به نظر من. یا هادی حجازی فرد توی ماجرای نیمروز من فکر میکنم یه ذره متفاوت بود توی چیز. من دست به انتخاب زدم، من خیلی از وجوه این آدم رو حذف کردم، اونایی که دوست داشتم و اضافه کردم. آخه اصلا این آدم اینقدر دیده شد به خاطر همین واقعی بودن و ملموس بودن و چند وجهی بودنش توی متن. آها. توی مد، توی بازی نه. توی بازی فرض کنیم مثلا اون صحنه های اسلوموشنی که وجود داشت، من خودم 20% خودم رو اسلوم میکردم به خاطر اینکه پلک زدنم تاثیر بیشتری بذاره یا نوع راه رفتنم. ولی
طبعا اگر میخواستم اون شکلی بازی کنم نه این نبود، فرق میکرد. یا نوع نگاه ها، تمیز نگاه میکردم، حرکات اضافم رو گرفته بودم در این حالی که یه جاهایی داشتم اینها رو. شما شهرستان خوی زندگی میکردید؟ بله. تو بله. خوی کتاب به دستتون میرسید؟ از چند سالگی کتاب خون شدین؟ چجوری اونجا کتاب میخوندین؟ من بابام دبیر ادبیات بود و یه کتابخونه پروپیمون داشت از کتابهای مذهبی و ادبی، و یه جوری ما مجبور بودیم بخونیم. یه ذرم دیگه مقاومت داشتم واقعیتش راجبه مخصن ادبیات. سر مقاومت نگرش دارین تا که یه مقاومت شد؟ به من بگین که یه چایی میخورین که بعد ادامه بدین. 100%. دمنوش هم هست، آب هم هست. چایی. مثلا یه چایی بخوریم. دمه این که یه مقاومتی وجود داشت تو خوی برای کتاب خوندن شما. چه شبیه امشب؟ یه قصه بگو شبمون روشن شه. باشه. یه آقای بوده الاغش گمیده شده، یه پسر بچه بود اونجا مشخصات الاغ میداد اما الاغ ندیده بوده. بعد پادشاه احضارشون میکنه، بعد رو سر کله پسره سکه میپاشه که الاغ به خونش نرسید. پسره که الاغو ندید از کجا فهمید که اون کجا رفته؟ باهوش بوده، از روی چمنای جاده فهمیده. میگول جان، تو آداب قصه‌گویی رو درست رعایت نکردی و مخاطب رو سردرگم کردی. آدابش چی چیه؟ اول باید یه شروع مناسب براش طراحی کنی، مثلا یکی بود یکی نبود. مرحله دوم انتخاب قصه است، باید قصه‌ای رو انتخاب کنی که قبلا شنیده باشی. من اگه این قصه رو هر شب واسه خودم نگم خوابم نمیبره که. حتما واسه خودت هم اشتباه تعریف میکنی. میگم چرا هر شب کابوس میگولم. آ مرحله سوم تفکره، باید قصه رو در ذهن مرور کنی تا چیزی جا نیفته. وقتی همه این موارد انجام شد تازه وارد مرحله چهارم میشی، یعنی آغاز قصه. برای این مرحله میتونی از جمله یکی بود یکی نبود استفاده کنی. بعدی با این اصول قصه رو بگی. یکی بود یکی نبود، یه خره بود یه مرده بود دنبال خره بود. یه پسره گفت الاغت همونه که چش چپش کوره پای راستش شله بارش گندمه. مرده گفت آره خودشه. پسره گفت ولی من ندیدمش، ولی چون علفای سمت چپ جاده سالم مونده فهمیدم که الاغت اونا رو ندیده که بخوره، بنابراین چش چپش کور بوده. جای سومش هم فهمیدم پای راست شل میگولیده. چه باحال. بعدش چی شد؟ بعدش مرده پسرک زنده زنده قورت داد تا اون باشه دیگه واسه خودش خودشیرینی نکنه، باهوش بازی در نیاره. مرده الاغش باخته، میفهمی؟ چرا اینقدر ترسناک قصه تموم شد؟ چون قصه ما به سر رسید کلاغ آپارتمان خرید. شبمون نصف شب شد با این قصه گفتن. چایی و نبات و خورما و یه جور دیگه خورما و انجیر و کشمش و... چرا قند نمیذارم با چای اخیرم؟ برای اینکه اینا سالم تره دیگه، برای اینکه ما به سلامتی شما هم فکر میکنیم. آخه میگن چیز قند و نمک زیاد نخوری و شکر کم قند دیگه. آره من جفتشم زیاد میخورم متاسفانه، و وزنم بالا نمیره مثلا برای قند. خب ولی اون تو رو آسیبو میزنه. چشم، خورما بیشتر میخورم چون من خانومم جنوبی، همیشه خورما داریم تو خونم. خانومتون جنوبی، خودتون اهل خوی و در خوی میخواستین کتاب بخونین اما یک موانعی سر راه بود. چه موانعی سر راه بود؟ اولا که کتاب های تخصصی نبود. خب ما تئاتر کار میکردیم، خیلی زودم شروع شد و نداشتیم کتاب های تخصصی، نداشتیم کتاب خونه که داشت، شهر اصلا خالی بود از این کتاب ها. یه دوره آقای علی منتظری که این همه محبوب هست بین تئاتریا که رئیس انجمن هنرهای نمایشی بود، با ماشین خودشون می اومدن سر می‌زدن تو مسیر و هر انجمنی یه سری کتاب در واقع هدیه می‌کردن. اون کتاب ها تنها منابع تخصصی ما بود برای تئاتر و رو همه‌شون هم مهر انجمن نمایش خورده بود و واقعیتش هر کی زودتر می‌رسید برمی‌داشت می‌برد خونه‌ش. چون الان مطمئنم خیلی از بچه‌هایی که اون موقع بودن تو انجمن توی کتابخونه‌شون حتما یه 3-4 تا از این کتابا رو دارن. چون عرض کردم پدرم دبیر ادبیات بود، دوستش ما عروض بدونیم. پدر منم دبیر ادبیات. آره. آره.
بعد آشنا بشیم سعدی، حافظ، کلیل و دمنه و اینا. حالا خوب بود من اصلا نمیتونستم با شاهنامه ارتباط بگیرم واقعیتش، یعنی همون مغز که فانتزی نداره اصلا نمیفهمیدم یعنی چی دیو و غول و این حرفا. ولی کتابایی که بود دیگه برام اون تازگی رو نداشت، تقریبا همه رو خونده بودیم. بعد میگم هم مذهبی بود، کتابای مذهبی، مثلا من یادم کتاب قضاوت‌های حضرت امیر رو من خیلی دوست داشتم چون به نظرم خیلی نمایشی بود همشون، قصه هایی که داشت تو. و خدایش هم بعدن گفتن، حالا دیدین که مثلا میگن آقا از ایرانی‌ها یاد گرفتم فلان چیزو. ایکیوسان خیلی قصه هاش بعدن کارتونش که پخش شد تو اون کتابه بود قصه هاش. واقعا؟ آره خیلی از قصه هاش، مخصوصا چیزی که راجبه مادر مربوط بود و بچه ای که دوتا زن ادعا دارن، این که گفتن بکشین بله. دیگه اون حالا چیز بود اونجا میگفتم مثلا با شمشیر نصفش کنیم، ولی این شده بود کشیده شدنه. ولی قصه ها تقریبا همونها بودن. حالا نمیدونم اینها چه شکلی بوده، اونها از ما تأثیر گرفتن یا ربطی نداشته، شباهت های ناگزیر بوده هر چیزی. و همونجا با همون کتابایی که آقای علی منتظری می آوردن شما کتاب خون شدید. و این کتاب خونی رسید به آثار شکسپیر. آره واقعیتش رو بخوایم، من سال اول که اومدم دانشگاه 77 اولین جشنواره خلاقیت دانشجویی برگزار شد. خوب. اولین دورش. بعد داستان این بود که یک متن میدادن میگفتن همه باید اینو کار کنن، ما خلاقیتتون رو توی کارگردانی ببینیم. و آنتیگونه رو دادن مال سوفوکلو. خوب. اصلا من نمیدونستم کی هست. خب یعنی اصلا نخونده بودمش، ولی خب به خاطر اینکه زایه نباشه رفتم خوندم و اومدم کار کردم و خیلی چسبید به من که من جایزه اول کارگردانی رو گرفتم تو همون دوره. آقا این جایزه سر کلاس آقای دکتر گفت مال شما است. نه من خیلی موفق بودم تو دوره چیز، به جز کلاس‌های عمومی که همیشه زبان من نزدیک 18 واحد صفر داشتم توی دوره لیسانسم. اینا رو هم بگم دیگه. و من از اونجا شروع کردم، به نوعی مجبور شدم بخونم به خاطر اینکه تو خوابگاه حرف می‌زدم بچه‌ها، مثلا تلاش می‌کردم خودم با یه چیز دیگه سرگرم کنم چون نمی‌فهمیدم چی میگن، نخونده بودم، چون احساس کردم که خب دارم کم میارم. از اینم شروع شد واقعیتش رو بخوای، یعنی نیاز به یاد گرفتن نبود، بیشتر برای کم نیاوردن شروع کردم. یه کتابخونه فوق‌العاده‌ای داره دانشکده هنرهای زیبا و من بیرحمانه خوندم. من خوب. آره توی بخش قبل گفتین که تو صحبتاتون گفتین برای نشون دادن شمایل یک قهرمان. بله. شما یک دفعه شمایل یک قهرمان رو بازی کردید. بله. شهید احمد متوسلیان. بله. رو بازسازی کردید. توی نمایشاتون هم اوتلو رو اجرا کردید. بله. هملت رو اجرا. بله. کردید. الان گفتین شاهلیر. خب قهرمان، یک قهرمان، یه قهرمان چه ویژگی هایی باید داشته باشه که قهرمان یک کتاب بشه، قهرمان یک اثر نمایشی بشه، قهرمان بشه؟ به نظر من مهمترین چیز ویژگی های جغرافیایی اون منطقه است که ما توش دنبال قهرمان داریم میگردیم. حاج احمد که با اجازتون من تصحیحش کنم اینو، چون اون کمپینایی که هست میگن شهید نگیم بهش، بگیم جاوید الاسد، چون انشالله که زنده باشه. عجیب بود برای ما، یعنی حتی خود ما هم انتظار این استقبال رو نداشتیم از تماشاگر. با خواستگاه‌های مختلف فکری، سیاسی، همه اینها. و عجیب بود که یک توافق نظر راجع به این آدم بود که این یک قهرمانه. ببین مهمترین چیز مؤلفه‌های جغرافیایی اینجا بود. بذار بیشتر تو نمیدونیش مؤلفه. ببین مثلا تعریف خیلی سادش بخوام بکنم، شمایل یک مرد محبوب رو داشت برای تماشاگر. ما خیلی چون یه سری برگه ها بود و که توضیح شد بین تماشاگر و ما اصلا نتایج عجیب و غریبی گرفتیم از این کاراکتر، علارغم که خب رفتارهای به شدت جدی داشت، یک سرباز بود، ولی ما دیدیم چقدر محبوبیت داره توی جوانها، توی یک بعد بازی سنی هم فرق نمیکرد از 16 سال به بالا، آدم هایی که ما اصلا فکر نمیکردیم که بتونه الگو نه یه قهرمان باشه برای تماشاگر.
و اینقدر کمپین هایی رو افتاده از این آدم ها به همه به عنوان یک قهرمان قبولش دارن. ما بدبختی که داریم توی این کشور اینه که ما فی نفسه قهرمان هایی داریم که به الان ما میتونه بخوره. اصلا به خاطر فرض کنید عرق وطن دوستی، ما اینا رو نابود میکنیم با در واقع خودش قهرمان. اصلا ما کاری نکنیم بیاریم فقط بگیم آقا این قهرمانه، ما میخواییم اینو مدلی که خودمون تعریفی که از قهرمان داریم اینو بسازیمش و طبعا بخش عظیمی طیف عظیمی از مخاطبامون رو از دست میدیم. همه جای دنیا این شکلیه، یعنی شما فیلم ها رو مرور میکنیم مثلا نجات سرباز رایان که همش ما میگیم وای وای چی بوده. خب میتونیم بگیم آقا یک فیلم سفارشیه کاملا با اهداف مشخص، بله منافع ملی کشور آمریکا ساخته شده، خیلی هم فیلم خوبیه. اونجا چرا مقاومت نیست؟ چرا ما رو میتونه تحت تاثیر قرار بده؟ اونا اونجا، ما اینجا، ما رو اینجا تحت تاثیر قرار میده. یعنی لحظات حسیش ما هم دچار احساسات میشیم. بعد ما قهرمانایی رو که داریم اصلا مؤلفه‌های عجیب غریبی دارن آی سعد. یعنی من همین الان انفجار میزنن تو فیلم واقعا ده بار چک میکنیم آقا سنگ ریزه نباشه که بلنشه بخوره به ما، این جرقه میزنه تو چشمون نخوره. اینی که تو بزنی به این خط آتیش خیلی ترسناکه. من مطمئنم اگه بودم اون موقع همون پشت خاک ریز وای میستادم، یعنی گفتم پام در رفت نمیتونم برم جلو. اینا بعد آدم هایی که از جاهای مختلف کشور اومده بودن، اصلا این نبود که اینا آموزش دیده باشن برای این کارا، ما همینا رو هم بلد نیستیم نشون بدیم. برای همینی که هنوز که هنوزه میخوایم تأثیر بذاریم فیلم های شهید آوینیه که تو دفاع مقدس در نهایت به داد ما میرسه. تماشاگر دیگه ذهنیتی که از اون آدم ها داره همین شکلیه که مهدویان هم تلاش کرد توی ایستاده در غبار به اون جنس و بافت و اینا برسه که تماشاگر بپذیره ازش. شاید کاری که آقای مهدویان کرده و شما هم تو بازیتون کردین اینه که در واقع آدم ها تک بودی نیستن، بخش مهمش همینه، بخش مهمی از ساختن و برای همین ملموس میشن، دوست داشتنی میشن، خودمونی میشن و در این حال قابل تکثیر و میگیم که این قهرمان قهرمان منه. بله چون دست نیافتنی نیست. بله شبیه همه دست یافتنیه ولی یه جایگاه. بله صد سال تنهایی مارکز آوردین و نورالدین پسر ایران. بله خاطرات سید نورالدین آفی. بله میخوایید درباره این دو تا کتاب برام صحبت؟ بله حتما. بله این مارکز جالب سال 78 دیگه دقیقاً که ما اولین کلاسمون با آقای دکتر کوپال بود ما نمیشناختیم، یعنی فقر مطالعاتی مرسی خیلی زیاد بود. ما بیشتر کار میکردیم هنرهای زیبا به خاطر داشتن پلاتوهای زیاد، فقط ما در حال تمرین و اجرا بودیم. حضور دکتر کوپال ما رو مجبور کرد و با داستان کوتاه‌های مارکز آشنا شدیم که اولی هم که برای ما تعریف کرد زیباترین غریق جان اگه اشتباه نکنم داستانی که یکی میمیره، یه کودکی میمیره تو کلیسا، همه میان که ببیننش و اینا، یکی میگه بابا این اینقدر بچه به این قشنگی بذاریم بزرگش بعد دفنش کنیم، همه میگه آره باشه باشه و این آدم رشد میکنه جنازه. این فانتزی در راستای چیزایی که میخواست به ما در واقع بگه. کتاب‌های فوق العاده خود این سلسله تنهایی هم اصلا این که دیوانه کننده است، دیوانه کننده. علی رغم این لایه لایه بودن من یادمه که اسما رو می‌نوشتم که قاطی نکنم این کیه این کیه. و این کتاب به شدت از یه جایی دیگه در واقع اون دروازه‌های فانتزی به ذهن من باز شد و من پذیرفتمش. قبلش یه ذره ادا داشتیم در می‌آوردیم، تلاش می‌کردیم اتفاق بیفته که با این کتاب در واقع و کتاب‌های مارکز چقدر طبل حلبیش و اینا. آره ولی من خیلی الانم به نظرم همینجوری که تو سینماش هم الان داره اتفاقای خیلی مهمی داره میفته، آمریکای جنوبی، کارگردانای آمریکای جنوبی، بله، یه بله، فضاهای بله، عجب و غریبی بله، وارد سینما هم کردن و کل سینمای دنیا هم در واقع جور تحت تاثیر قرار داده. کاملا آره. کاملا آره. کاملا آره. یک دنیا ممنون. شما تا چاییتون رو میل بفرمایید که سرد نشده، سرد نشه. مرسی. ما بریم و بخش بعدی گفتگو. مرسی. خیلی ممنونم. بدونین دارم به چی میخندم؟ به اینکه
وقتی که گفتیم که من اون مطلبی که نوشتم دکتر کوپال گفت این بهترین توی کلاس بود تا اینجا و بعدش اون نمایشنامه‌ای که نوشتم گفتن بهترین نمایش بود اینا فکر اینجاش نکرده بود احتمالاً و اینجا کجاست؟ اینجا ما میخوایم الان شما یه داستان برامون بنویسید. خیلی گذشته از این که ذهنم فانتزی شد و یاد گرفتم اینا الان وقتشه. خدا به خیر. الان بفرمایید اینجا ببخشید. سه تا تصویر هادی عزیز شما میبینین. تلفن، اشیا از آنچه در آینه میبینید به شما نزدیکترن، یعنی آینه ماشین و این خط پایان و دونده ها. لطف بفرمایید بر اساس این سه تا تصویر یه داستانی که بیننده هام که میخوان به شما رأی بدن خیلی رأی بالایی بهتون بدن. همین الان باید بسازیم؟ بله. نه اونجا بفهمیم بشینین. خوب. دفتر هست، خودکار هست، قلم هست. خیلی خوب باش. پس من با اجازه بفرمایید. لطفاً خودتونم داستان هاتون رو بر اساس این سه تصویر برای ما از طریق هشتگ نما داستان به اشتراک بگذارید. خسته نباشید. ممنون. متشکر. عالی. نگران دکتر کوپالم ببینه این برنامه رو. نه من فکر میکنم میبینن و حتما دوباره به شما میگن بهترین بودی. خدا کنه. میشه لطف کنیم برمون بخونیم؟ بله. حالش خوب بود. خیلی خوب. آسمان و درخت های توی آینه بغل ماشین اندازه آسمان و درخت های پیش رویش زیبا بود. گاز داد و آخرین مسابقهش را مرور کرد. یک استارت خوب و صدای تماشاگرانی که با تمام وجود اسم او را صدا می زدند و رقیب های سخت کوشی که این بار باز هم با چشم های ناامید و عصبانی گام های بلند او را می دیدند. و خط پایان. تلفن زنگ خورد. بایگانی زندان مرکزی شهر بفرمایید. من به نظرم آقای دکتر کوپال واقعا درست گفتم. واقعا؟ آره خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. من به شخص طرفدار پروپا قرص بازی شما که بودم و هستم، حالا دیگه طرفدار قلمتون هم هستم. ممنونم. برای تون می نویسم آبادم. یادتون اون ماجره؟ بله. من یادمه و باعث افتخاره. یه عکس با هم بگیریم. خیلی ممنون. بلند شم. بله لطفا. باید تون ببینیم خودمونو. بله. میتونین هم بخندیم. یک. بعد من دورون خوبی نیست. این اولین باری بود که اینقدر خوب و سریع عکس گرفت. شما یکی از سردیس ها را میتونین به انتخاب خودتون به یادگار ببرین. حسین منزوی. چشمی به تخت و پخت ندارم، مرا بس است یک صندلی برای نشستن کنارتون. عالی. متشکرم. عرضم بزرگتون که آرزوی ما توی این برنامه اینه که مردم ایران روزی کتاب خونترین مردم دنیا بشن و ممنون که شما دارین هامون 5 ساله رو از همین الان کتاب خونش بکنید. ممنون از مادرش بیشتر البته. بله حتما همینجوره. عکسمونم آماده شده. حاضر شده. من خیلی دوستش دارم. خیلی خوبه. خیلی دوستش دارم. این فکر کنم توش معلومه من شما رو چقدر دوست دارم. آیا اجازه فرم ببینید؟ من بیشتر دوست دارم. ببینید چقدر این عکس خوبه. همینجا با شما با این عکسی که هر دوتامون داریم میخندیم خدافظی میکنم و باز هم ممنونم. ممنون که دعوت ارادتمندم. ممنون شما. بیاین با هم بخندیم. لطفاً ما رو در فضای مجازی با کتاب باز تیوی دنبال کنید. خداحافظ.